افغانستان کشوری است که بیشتر در القاب منفی معروف شده است، اما با وجود تمام مشکلاتی که فراراه ورزشکاران، فراراه مردم این کشور وجود دارد، از رشد چشمگیر در رشته های متفاوت برخوردار بوده است که از آن جمله رشته های ورزشی را میتونیم نام ببریم. ما امروز هم آمدیم یک از رشته های رزمی ورزش ویشو را به شما معرفی کنیم. ورزش وشو در دسته ورزش‌های رزمی قرار دارد و شامل دو بخش تالو و ساندا است. تالو به معنای اجرای فرم و مبارزه با حریف فرضی می باشد، اما ساندا یا سانشو مبارزه واقعی بین دو حریف روی سکو است. هر کدام از این دسته ها به سبک‌های جزئی‌تر و تخصصی‌تر تقسیم می شوند. ساندا به عنوان کامل‌ترین ورزش رزمی جهان شناخته شده و لقب سلطان مبارزه رنگی را به خود اختصاص داده است. سانداکاران باید از برخی تجهیزات ایمنی برای کاهش آسیب در حین بازی استفاده کنند. همانند سایر ورزش‌های رزمی، در وشو هم کمربندهای برای تعیین سطح وشوکاران وجود دارد که به آنها شالبند می‌گوییم. و امروز ما در یکی از کلب‌های دخترانه شهر کابل آمدیم تا هنر رزمی وشو بخش ساندا را از نزدیک به تصویر بکشیم. در کنار استاد عباس صفدری هستیم و ازشان میپرسیم که شاگرداشان در کدام بخش رشته وشو تمرین میدن. سلام، وقتتون بخیر. سلام، صبح شما بخیر. رشته وشو بخش ساندا شاگردان تمرین میدن. من خودم تقریبا از سال 83 تمرین رشته وشو رو شروع کردیم تا هنوز کار میکنیم. خواست ما از فدراسیون از تربیت بدنی همیست که امی رشته وشو کست خیلی کم کار است دمی فدراسیون. دمی چند وقتی که چند سال است نه مسابقات بخش مخصوصا بخش خانما 8 سال است که مسابقات تیم ملی بخی برگزار نشده. از فدراسیون خواهش میکنیم که همین بخش بانوان هم مسابقات تیم ملی رو بگیره. برای فدراسیون وشو همین گفتنی را داریم که وشوی 10 سال پیش با این سال خیلی فرق میکنه. در 10 سال پیش ما افتخارات زیادی داشتیم، از مسابقات آسیایی جهانی مدال داشت فدراسیون وشو. به خاطر کمکاری های فدراسیون که کار نکرده دیگه، این حالی در فدراسیون حتی سالانه یک مسابقه در خارج برگزار نمیشه. از فدراسیون و از تربیت بدنی از کمیته ملی المپیک افغانستان میخوایم که لطفا در رشته وشو توجه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عارف مرادی هستم. تا 8 سال میشه که مسابقات خارجی نداشتیم، لیکن بر پایه و اساس مثلا تورنمنتی که خودمون برگزار میکنیم و مثلا با بودجه خودمون مسابقات داخلی داشتیم. 4 مسابقه داخلی داشتیم که 3 برد داشتیم، 1 باخت داشتیم که 1 باخت من بر اساس برد حساب میکنم، چون اولین شکست انسان واسه کامیابی بیشتری انسان میشه. به نام خداوند بخشاینده، لیلا حسینی هستم، یک از ورزشکاران وشو. هدف ما خب مشخص است. قدم اول به خاطر صحت و سلامتیمون ورزش میکنیم و در قدم دوم به خاطر کسب افتخارات هم. و ما میخوایم که با ورزش خود برای مردم و جهانیان نشان بدهیم که ما میتونیم یک گوشه از آرامی و خوبی ها را برای مردم بیاریم. و ما با ورزش خود خب میخوایم افتخارات را برای خود، برای مردم خود و برای کشور خود کسب بکنیم. در ورزش خود مشکلات زیادی رو ما صدرای ما بودن، از اول موانع خانواده ها مواجه شدیم. به نام خدا، ختمه حسینی هستم، یک تن از ورزشکار رشته بود که من وقتی داخل رشته شدم به نظر من خیلی متفاوت، خیلی دلچسب. از مسئولین رشته خواستم ای است که مسابقات خارجی برگزار کنه، چون ما داخل کشور مسابقات زیاد داشتیم ولی خارج کشور نه.